سلام و درود، من بچه شیعی هستم که برنامه هاتون رو تا حدودی دنبال میکنم. هیچ وقت هم نظراتم رو در صفحه شما بیان نکردم، چون خودم رو انسانی با سواد بالا مخصوصا تو حوزه سیاست نمیدونم، اما دارم میبینم دشمن جوری داره مهره هاشو حرکت میده که سکوت برای هیچ شخص صاحب نظری که حرفاش خود حقه یا به حق نزدیک جایز نیست. کمپینای اخیر فوق‌العاده بودن، تبریک میگم بهتون. و این اتحاد خدایی که برای حفظ نظام و سرنگونی دشمن بین شما و آقای رائفی پور به وجود اومد، ذوق و شوقی به من حقیر داد که وصف نشدنیه، که البته دشمن فعلا به جای سرنگون سرگردانه، چون مطمئن بودم این تازه شروع ماجراست. هر یک از شما دو بزرگوار با اینکه مسائل رو صریح و روشن تحلیل و بیان می‌کنید، ولی متأسفانه مقاومت در برابر فهمیدن حرفاتون بالا بوده. این اتفاقات اخیر مخصوصا سلبریتی‌ها باعث شد دست دشمن حسابی رو بشه و هر کدوم از شما دو عزیز تأثیر بیشتری بذارید. حتی تعداد مخاطباتون هم تصاعدی داره افزایش پیدا میکنه و دشمنان ایران و شیعه هم از ترسشون این ماجراها رو راه انداختن. راجع به آقای رائفی پور اینو باید بگم که من تقریبا 70% سخنرانی‌های ایشون رو گوش دادم و هیچ اثری از فرقه جدید ندیدم. ایشون تمام دغدغه‌شون مهدویته. من نمیفهمم این حرفا رو از کجا میارن و به ایشون نسبت میدن. و در مورد شما، ترس از شما و برنامه هاتون و تیمتون انقدر این کاسه های داغ‌تر از آش رو به هم ریخته که این بساط رو انداختن. صحبتتون کاملا درسته که ما تو جامعه شاهد بی احترامی به اسلام و نظام هستیم که متاسفانه سکوت ما باعث شده وقیح تر بشن. اینا اگه به جای این که به شخصی که با همسرش و فرزندش تو جزایر قناریه و خودش هم علنن میگه من مسلمون نیستم حمله کنن، به کسایی که تو ایران و یه جا بخوان فرم پر کنن، دین رو میزنن اسلام، مذهب رو میزنن شیعه، تابعیت رو میزنن ایرانی، ولی به سر تا پای اسلام و تشیع و ایران بی حرمتی میکنن، با این شدت و جدیت حمله میکردن، الان وضعیت ما خیلی بهتر از این بود. شمایی که چندین سال هیچ حرف ضد اسلامی نزدی و برای کشور داری میجنگی، میخوان برات حکم بگیرن، بعد اون جونوری که اسم اسلام رو مکدر میکنه و هرچی از دهن کثیفش در میاد به اسلام و نظام و اهل بیت و آقای خامنه ای میگه باید تو تاکسی بشینه بحث سیاسی کنه، یا اینکه با گرین کارتش بره پول همین نظام و حکومت رو توی کشور دیگه خرج کنه. قسمت آخر حرفم البته اگه خونده بشه با بچه مذهبی هست. بچه مذهبیایی که این بازی‌ها رو راه میندازن یا پیروی میکنن از این دیدگاه‌های متعصبانه، ریشه‌شون میخوره به همون خوارج زمان امام علی علیه السلام یا کوفیان زمان امام حسین علیه السلام. امام زمان امام من و تو نیست، برادر من، خواهر من، امام همه ی عالمه. وقتی میگیم همه یعنی همه. شمایی که از اتحاد ناخواسته دو تا هشتگ تو صفحه مجازی انقدر به هم میریزی و علیه دین و کشورت کار میکنی و دو تا انسان بزرگوار صاحب نظر و تأثیر گذار در جهت حفظ حکومت و نظام و میکوبی، پس وقتی امام زمانم ظهور کنه کاری خلاف میل تو کنه، میخوای تو روی امامت هم وایسی دیگه؟ کاش وقتی اون گوشه نشستن کمتر صحبت کنن، تا هوش ما بچه مسلمونه که ساکتیم هم زیر سوال نره. اون از واکنش‌های منفی و سطحیشون به سلام فرمانده، اینم از واکنش منفی و احمقانه‌شون به هشتگ سلبریتی ها. یه عده به معنای واقعی کلمه مایه ننگ بشریتن. خدا هممون را عاقبت به خیر کنه. آمین.